در خان ما نشین. مهمان خدای این خان مهمان ما امشب. از آسمان جانان نازل شده قرآن، آیات قاب قوسین در شأن ما امشب. بعضی فکر میکنن که این آیات قاب قوسین ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، این اختصاص داره به مقام نبی اکرم، ولی دعوت کردن که همه به این معراج برن و شیخ محمود میتونه که ما رو همراه خودش به این معراج ببره، کمون که دعوت کرده که برو اندر به خاجه به اسرا تماشا کن همه آیات کبرا. آیات قاب قوسین در شهر آن ماهروک عالم خالیست بر رخ او، کفر شکنج زلفش ایمان ماست امشب. ای مطربان خوشبو اسرار عشق گویی، تا در سما آییم دستان ماست امشب. دستی بزن که ما را در سر فتاد شوری، پایی به کوب و برجه جولان ماست امشب. ناهید و ماه تابان مهر و سپهر گردان، با صد هزار دیده حیران ماست امشب. ترشی نکن چو سرکه چون شهر با شیرین، قند و نبات و شکر دکان ماست امشب. عطار گفت که به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، در این بازار عطاران مرا حسو چو بیکارم. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ما مشغول گشت و گذار بودیم در گلشن راز شیخ محمود شبستری و دست گلی چیدیم و عرضه دوستان کردیم تا اگر کسی گفت که یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی، اون دسته گل رو لاغر عرضه بکنیم که ما بودیم در آن باغ و در اون گلشن بودیم. این هم دسته گل شد. اشاره کردیم که یکی از بزرگان خاور حسینی هروی سوالاتی کرده بود از شیخ محمود شبستری، یعنی از علمای باختر، که همه گفتن شیخ محمود جواب بده به این سوالات، و گفتیم که چه سوالات بدی و شگفت‌آوری بود و پاره از اون سوالات رو طرح کردیم و بحث کردیم و پاسخ شیخ محمود رو هم گفت. حالا در دنباله اون سوالات آخرین بخش سوالاتی که اون بزرگ خاور کرده بود مربوط به ادبیات میشه و کلید رمز کاربرد کلمات در ادبیات عرفانی رو به دست داده شیخ محمود. تو وقتی میگن چشم یعنی چی؟ وقتی میگن ابرو یعنی چی؟ زلف چه معنی داره؟ این که سعدی میگه که عجب از آن سر زلف معنبر مفتول، که در کنار تو میخسبد و پریشان است. چه معنی داره؟ سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، چرا حلقه دام بلاست؟ هر که از این در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در رهگذری نیست که دامی به بلا نیست. چرا این زلف؟ گفتم که کف زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. چرا این؟ اولا کف زلف چرا؟ ثانیا چرا این کف زلف چطور میتونه ما رو هدایت بکنه؟ چه خواهد مرد معنی زان عبارت، که دارد سوی چشم و لب اشارت؟ مرد معنی که اهل معناست و در بند صورت نیست، چه مقصود داره از اشاره به لب و خط و خال و ابرو؟ مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو.
چه جوید از رخ و زلف و خط و خال کسی که در مقامات است و احوال. هر اون چیزی که جواب شیخ محمود این، هر اون چیزی که در عالم عیان است چه عکسی ز آفتاب آن جهان. اصلا هر چیزی که در عالم مادون میبینید در عالم بالای حقیقتی است که این عکس اوست. این نظر رو اول بار افلاطون در اون در جمهوریتش طرح کرد و همه کسانی که راه بردن به پشت پرده عالم همین حرف رو تکرار کردن، نه از قول افلاطون، از قول خودشون. هر کدومشون جداگانه فهمیدن. بعضی فکر میکنم مثلا مولانا حرفاش رو از افلاطون گرفته یا نو افلاطونیان گرفته یا از مهرپرستان گرفته یا از کجا گرفته. تو میگن شبیه، شبیه که دلیل نیست. همه کسانی که دیدن یه حقیقت دیدن و اینها به قول مولانا میگه هر چه گویم آن چه گویم هست از عین الیقین، نه به استدلال، به استدلال تقلید از این دارم میبینم. میگم سعدی میگه که من چشم بر تو و همگان گوش بر من. هر کس چشمش افتاد گوش ها رو جذب میکنه. میگه چشمش نیفتاده داره شنیده هاشو میگه، شنیده هم جذبه نداره. بعد یه نفر دیده باشه تا بر آدم تعریف بکنه. بنابراین اصل سخن این است که این عالم سایه است، شادو. در ادبیات اروپا هم اینو زیاد میبینیم. جاندان انگلیسی میگه که من I dreamt eternity on my eyes، به شب ابدیت خواب دیدم. بعد دیدم که یک نور عظیم بود، حلقه از نور بود که میرفت و تمام عالم مثل سایه از صورت که در زیر این نور قرار داشت. بحث این است که حقیقتی هست و یک سایه در فضای غیب مرغی میپرد، به قول مولانا این میگسترد، ابلهی صیاد آن سایه شود. یک کسی که میکنی سایه چقدر داره جسده میکنه لگه پرنده است و میاد و اینه میزنه و بعد دفتر میخوره تیرشن به هدف، ولی هدف اینه. انسان ها در جستجوی سایه ها هستن و هم جدن خوشبخت نیستن. چرا؟ برای این که سایه رو میبینن تیرم میزنن و هدف هم نزباره، ولی باقی میرن اونجا میبینن که چیزی نبود. باید که سرشون رو بکنن بالا. ای خاکیان ای خاکیان یک لحظه سر بالا کنید. اون وقت حقیقتی که دیدن بعد از همه سایه هم لذت میبرن، از همه گل هم لذت میبرن، از همه تعینات عالم لذت میبرن، اما میدونن که اینا سایه. اینطور نیست که عرفان حرف بکنه دنیا رو. گفتن که عارف is in the world but not of the world، تعلق به این عالم نداره، ولی در جهان زندگی میکنه و از همه اون چی که در عالم مایه سرور و شادی هست برخوردار میشه. اما در این حال این نکته رو میدونه که اینها سایه هست. سایه شادی رو ما میبینیم، این سایه است که میاد بعد میره. خود شادی اگر بیاد دیگه نمیره. سایه معرفته که یک کسی فکر میکنه که مثلا عالم شده، بعد چهار روز بعد میبینه یه حرکاتی میکنه، معلوم میشه که این یه سایه بوده، علم تصوری و خیالی بوده. حالا شیخ محمود حالا یه قصیده هم هست که اون قصیده هم من توصیه میکنم اگر دوستان علاقه من باشن بخونن. قصیده ایست از میر فندرسکی که از معاصرین میر داماد و شاه عباسه، که اون قصیده هم خیلی معروفه که چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد هرچی در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت در شود بالا همان با اصل خود یک داست. یه چیزی هست در عالم به نام نمک، ملاحت. این ملاحت از عالم بیمثالی، از عالم حقیقت میاد، بعد میاد اینجا صورت های پیدا میکنه، اون پایین و پایین و پایین که اومد میاد تو نمکتان. و بعضی فکر میکنن تا میگن نمک منظور همین نمکتان، خیلی نمک های دیگه هست. شکر هم همطور، شیرینی انزل درجه
در قند و خرما و این چیزها در اصله درجات بالاتر شیرینی هست. اون وقت همطور میرسه تا اون مرتبه اعلایی که این شیرینی به حقیقت خودش واصل میشه. اول این صورت زیرین رو اگر انسان با نردبان معرفت از همین صورت ها خوبه اینها رو زیر پای خودش قرار بده و به عالم بالا راه پیدا کنه، اون وقت میفهمه که عجب این همون بوده، منطقه این سایشه اون خودشه. چون جهان چون زلف و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش میگوز. چقدر قشنگ گفته که بالاخره اینا چشم و خط و خال و ابرو اینا با هم که اصلا همش خوبه، ولی اگر شما دوربین باید این فقط خال ببینین چه سیاهی در جای خودش که قرار میگیره خوبه، و شما اگر کل عالم رو به عنوان یک مجموعه واحد در نظر بگیرین از هیچ چیزی عصبانی نمیشین، اون همه تجربه خودشون. اما وقتی که ما نگاهمون نگاه جزء میشه، شیخ محمود گفت که از جزء و به کل حرکت بکنیم، وقتی نگاه به جزء میفته جزء ها خوب فرق میکنم. به عربی وقتی بود زنی گرفته بود سیاه مطلق، گفتن این چه گرفتی؟ گفتش که الناس یعشق و من خالون به وجنت ها، مردم عاشق کسی هستن که یه خال به چهره شد و کیفلی و حبیبی کلهو خالون، خب مشهور من یه خاله. این از هر دو طرف اشتباه میشه، فکر میکنن که مثلا اگر خال خوبه پس دقیقا هم همه خال بکن، نه شیطان هم خوبه، ولی من یه حدی داره هر چیزی. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خودش نیکن و جای خودش تمام عالم هست، نه تجلی گه جمال و گه جلال است. حالا من دو نوع تجلی داره، یکی تجلی جمالی یکی تجلی جلالی، که اون تجلی جمالی و جلالی رو وقتی با هم در نظر بگیرن بهش میگن بها. اللهم اینی در اون دعای بسیار زیبای سحر میخونید که اللهم اینی اسألو که من بهائک به ابها. بها چیه؟ بها ترکیب جمال و جلاله، یه زیبایی که در این حال هیبت داره، در این حال شکوهمند و پرهیبت انسان یه نگرانی ها در دلش پیده میشه از عظمتش، در این حال زیبا هست. این ترکیب این دوتا رو میگن بها. بعد وقت این میاد میشه جمال و جلال، بعدش میگه که اللهم اینی اسئله که من جمال که و اجمل دی و کل جمال که جمال، بعد میگه که خب از اللهم اینی اسئله که من جمال که کله. همون مکتب داوود که گفتیم 99 داره نباید پانه بشه انسان، که بایستی که صد رو طالب باشه و همه رو طالب باشه. اینی اسئله که من جمال که کله، تجلی گه جمال و گه جلال است. رخ و زلف آن معانی را مثال است. حالا میگه وقتی میگیم رخ مقصود اون جماله، خیلی کلمات هست که اشاره به جمال میکنه، وقتی میگن شاه اشاره به جماله، وقتی میگن دختر پادشاه چین اشاره به جماله، جمال الهی رو میگن دختر پادشاه چین، برای میگن شاهد، برای میگن رو. تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلف آن معانی را مثال است. حالا این اومد تجلی جلال چه؟ زلف جلوی جمال رو بایی میگیره، حجاب میشه و نمیذاره که شما اون زلف رو ببینید، یا روشو برمیگردونه زلفش میکنه در شما. ولی نظامی میگه که چو سرپیچید دیسو مجلس آراست. وقتی سروش به طرف ما بود که زهر میکردیم، وقتی هم که قهر میکرد دیسوش خودش مجلس آرایی میکرد، خیلی بند کافی میتونست مجلس آرایی بکنه. اون وقت گاهی تعبیر به عالم کثرت هم میکنن، این زود که میگیم مظهر جلال هست، اون وقت کفرن به معنی این که پوششه، گفتن که کفر زود در گمراه عالم هم کرد، چون اون جلالش آدم کافر میکنه، یعنی فکر میکنه که این نیست اون نیست اون نیست، چون جلال هر چی که این بگی اون نیست، جمال هر چی که بگی اون هست.
جمال اوست گل سبزه و باغ و بهار، سبزه اوست، باغ اوست، زمین اوست، آسمان اوست، همه آیات اوست. اما در این حال اون این هیچ کدوم از این ها نیست. چرا هم هست هم نیست؟ از یه نظر هست از یه نظر نیست. از جهت کمال داخل در تمام موجوداته، از جهت محدودیت خارج از همه موجودات. مثلا شما اگر عدد بی نهایت در نظر بگیرید، این یک رو داره، دو رو داره، سه رو داره، چهار رو داره. اگر بگنیدش که بی نهایت ثروت داره، صد تومن داره بر، هزار تومن داره بر، ده هزار تومن داره بر، صد هزار تومن داره بر، هر عددی دیگه داره. اما اگر بگیم چون صد هزار تومن داره، نه، صد تومن داره، نه، هزار تومن داره، محدود بخواهیم بکنیم، یعنی بگیم که این اینه، نه، اینه، نه. اما کمال همه اینها رو داره هست. برای اگر اون درخت گفتش که اینی انالله، اون وجه تجلی خداوند در او اون درخت رو به این مقام رسون. ولی اگر خواستی که اون درخت رو محدود بکنی و درخت بودنش در نظر بگیری، دیگه نمیتونی بگی او درخت درخت. اما وقتی که درخت بودنش هست میشه، وقتی منصور، منصور کجا بود؟ خدا بود، خدا. وقتی منصور بودنش محو میشه، اون وقت او تجلی میکنه، حدش رو برمیداریم. تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلف آن معانی را مثال است. صفات حق تعالی لطف و قهر است، رخ و زلف آن بتان را، رخ زلف بتان را زندو بهر است. لطف و قهر انگاهی به جمال و جلال میگن دو و قهر. بنجردم تمام حدیده هایی که در عالم هست یا مطر جلال هست یا مطر جمال. اگه یک کسی آمد به شما عقل میکرد، قهر کرد با شما، جا دشمنی کرد با شما، شما فکر نکنید که اونه. این از اینجا سرچشمه گرفته، مصدر داره، از چیز عقلی مصدری داره. مولانا میگه آن اضافت اندرو قهر حق است، استفاده قهر آنجا مشتر است. این آقا مشتق از جلال اومده اینجا که یه چیزی به من بگه از من، از اسم جلال نمایندگی داره که تو دورداش کن داری راه درستی نمیدی، بنابراین دور میشه از من. و به انجر من به اسم جلال برسه تجلی کردم. اگر که خود خوی تو دگرگون بشه، من این دفعه یه نفر دیگر میفرستم که این بخنده بروی تو. برای تو با او دشمنی نکن. و آن عداوت اندر او قهر هر است، که صفات قهر آنجا مشتر است. خوی زشتت اندر آن رویت نمود، مرد تو را چون صورت آینه بود. چون که قبح خیش دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن. قبلا من شاید کردیم چو محسوس آمد این الفاظ مسموع، نخست از بحر محسوسن موضوع. حالا ممکنه بگن آقا پس چرا ما اول چیزی که میگیم شیرین هم قند رو میگیم شیرین یا شکر رو میگیم شیرین؟ اول چیزی که ما یاد میگیریم به جوی شیرینی اینه. یعنی خب برای اینکه این الفاظ در محسوسات وضع شده و چون ما اولین سر کارمون با محسوساته، اولین جایی که ما شیرینی میشناسیم اینه. بعد یواش یواش میکنن که نه چه شیرینه دیگه هم هست. بده گفتم از مصر قند آورن برای دوستان ارمغانی برن. مرا گر توهی بود از آن قند است، سخنهای شیرین تر از قند هست. چیزایی هست که هزار مرتبه شیرین تر از صد هزار تنگ شکر رو میدن که لبخند میگیرن. اونایی که متخصصن میدونن که چی چه قیمتی داره در عالم. بنابراین چو محسوس، دلیلش اینه که چون محسوس آمد این الفاظ مسموع، این الفاظی که بعد گوش بخوره، اینا برای محسوسات اومده. بنابراین طبیعیه که اول اسمش میذارن رو محسوسات. مثلا شراب، شراب که اینه، این یه مرتبه ایست از مستی کم، اون یک سایه اون شراب حقیقی اینو ظهور کرده. مثلا چون ما اولین برخوردمون اینه، اول اون شراب بالا نمیرسیم، از اینجا شروع میکنیم. اول یه مستی های پایین تری مثل آب انگور رو پایین طبیعت رو میبین، از این مستی های آشش میبین به مستی های بالاتر، مستی دانایی، مستی سخن، مستی شب. گفت من از شراب این سخن مست، از شراب سخن آدم مست میشه، از شراب زیبایی مست میشه. که حریفان زمول و من ز تعمل مستم،
شراب خوب تو چشم میریزن، گوش میریزن، زهنه میریزن. شراب مال سردین گرچ کوتر نگرانه هم در ایشان پیمانه. اینو برید اونم که حریفان زمول و من ز تعمل بستم. پس ندارد عالم معنی نهایت، کجا بیند مرو را چشم غایت. چون عالم معنی نهایتی نداره، بنابراین اسم رو برای مخصوصات گذاشتن. اون وقت ما از این اسم اراده میکنیم اون معنی اصلی رو. هر آن معنی که شد از ذوق پیدا، کجا تعبیر لفظی یا بدورا. این الکترون اشاره میکنه که شما پیچیده ترین دستگاه های الکترونیک، حالا الکترونیک اون موقع هم بوده البته، ولی میگه که دستگاه مکانیکی رو شما پیچیده ترینش رو میتونید برها بیان کنه که این چیه. و بگن آقا این ماشین چیه، تلویزیون چیه، اینا تمام این توضیح بده. اما بهتون میگن آقا این مزه این چیز که خوردی چی بود، مثلا گسه. شما دو ساعت میتونید توضیح بدین، 10 سال میتونید توضیح بدین که این چه مزه‌ای داره. بعد بگن تنخوری ندانی، الوای دندانانی تنخوری ندانی. چرا؟ برای که قابل توضیح نیست. یه چیزی که از عالم ذوق میاد لفظ نمیتونه پیدا کنه که ما بتونیم بیانش کنیم. از مقوله کیفیت، از مقوله تناسبات نیست. کمیت مثلا جاتن ما چون چاره نداریم گاهی اوقات کیفیت رو حدود کمیت میکنه. مثلا دوست داشتن یه چیزیست که مثلا میگن تو این کلمه دوست داری، میگه آره. چقدر؟ میگه به اندازه یک عالم. این اندازه شو دیگه از باب این که چاره نداریم ما کیفیت رو تبدیل میکنیم به کمیت. مثلا میگن یک خمخانه شراب، چون اون معنی رو میخواد اراده بکنه و اون معنی مستیش بی نهایته. ما اینجا مثلا میگن اگه یک خمخانه شراب، خمها همه در جوش و خوبی ها و کشتی ما در شط شراب انداز، حاصل بکنه که شط شراب باشه، دریای شراب باشه. این تبدیل کمیت، تبدیل کیفیت به کمیته که قابل فهم بشه. هر آن معنی که شد از ذوق پیدا، کجا تعبیر لفظی یا بدورا. اصلا انسان سکوت میکنه، در بیشتر جاها انسان ها سکوت میکنن، چون حرفایی که مهمه اصلا نمیشه زد. حرفایی که میزنن حرفای معمولی، حرفای مهم اونه که نزدن. این که اون شاعر انگلیسی ادگار آمریکایی دارن، ادگار لی ماستر، میگه که سکوت ها رو باید فهمید، سخنها رو، اونجایی که قابل بیانه آدم ها حرف میزنن. چو اهل دل کند تفسیر معنی، بمانندی کند تعبیر معنی. حالا برای این وقتی که مخواد آدم به هر حال چاره نداره، گفت اینقدر هم گر نگویم ای سند شیشه دل از ضعیفی بشکنه. بالاخره من باید بهتون بگم که چمه و چه حالی بر من پیش اومده. اون وقت ناچار میشم که یه الفاظی داستانی طرح بکنم، یه قصه بگم که الیوت در نظر من خیلی قشنگ این نقطه دریافته. که الیوت یه هنر یه تلاشی برای پیدا کردن یه تصویری که اون تصویر یا مجموعه تصاویری که بتونه حال من رو بیان بکنه، کلیدی از احساسی در دل من هست به شما بده. به این بند خودش در واقع یک سری تصویرهاست که همه این تصویرها دلالت میکنن به یک چیزی که در دل الیوت داشته موج میزده و جوش میزده. و هنرها همش همینطوره، نقاشی هم همینه، موسیقی هم همینه. یعنی ما یک صورتهایی پیدا میکنیم که اون صورتها بتونن کلید اون احوالی بشن که در دل ما هست، که شما بتونید با من شراکت بکنید در اون احساس. participation in my emotion. اگر هنرمند بتونه این کار بکنه، در واقع از زبان که واقعا گفتیم نمیتونه حرف بزنه، زبان نمیتونه حرف بزنه. استوار میگه که art is بلا این عبارتش یادم نیست، مضمونش اینه که هنر به کار گرفتن وسیله ناقص، استفاده کامل از وسیله ناقص است که زبان باشه یا رنگ باشه. رنگ هم ناقصه، مثل این دوره میخواستراسی هم ناقصه، ولی کسی که بتونه از این وسیله ناقص استفاده کامل بکنه، این هنرمند. چه اهل دل کند تفسیر معنی، بمانندی کند تعبیر معنی. که محسوسات از آن عالم چه سایه است، که این چون طفل آن مانند دایه است. به نزد من خود الفاظ معبر
در آن معنی فتاد از وضع اول. این یک تئوری خیلی مهمی که چامسکی هم دوره اخیر این تئوری رو داره. این که بحث میکنن که آیا کلمات دارای دو سری معنی هستن، یکی معنی figurative meaning، یعنی figurative meaning و هرچبسته یا به اعتبار دیگه connotation و denotation. یعنی denotation، denotation معنی تحت لفظی کلمه است، connotation معنی التزامی کلمه است. اومد بحث در اینه که آیا ما کلمه یک literal meaning داریم و figurative meaning داریم، که مثلا میگن شرابت، میگیم شراب یا مستی، مستی یه literal meaning داره، literal meaning داره که همین شرابیست که از مستی یعنی شراب هست. بعد میگن figuratively it is a metaphor for divine manifestation یا divine image or divine beauty. میگن این metaphorically چه هم میگی بیرین تمام علماء هم یاد دادن میگن تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و اینها، ولی میگه نه، به نزد من خود الفاظ معول، الفاظی که میخوان به دور تعبیر بکنن، بگن آقا این منظور اون بوده و از این معنی لفظی برسن به اون معنی مجازی، میگه نه مجازی نیست، اون حقیقیه، اصلا اون حقیقیه و به اون معنی از اول بوده. مطمئن ما نمیدونستیم، ما نمیدونستیم که شیرینی یه چیزای خیلی بالاتریه. اینطوری نیست که مثلا شیرینی برای شکر بس شده و ما همطوری اینو آوردیم وضعش کردیم برای مثلا لبخند و برای مثلا لطافت در گفتار و بر پس شعر و ادبیات و عشق، و عشق هم شیرینه. چقدر لحظه شیرینی است که کسی انسان دوستش داره مثلا با نگاه با هر وسیله بگه که یس بلو بانو به قول سعدی شکسپیر میگه یه جایی که لحظه هایی هست که یه شخصی اون معشوقی کلمه نو رو به زبان میاره ولی انتظارش اینه که شما بفهمید یس، انتظارش اینه که شما نفهمیدین یه هفته فوتون. سعدی میگه که چشمانت میگوید نعم، ابرو میگویند لا. ابرو میزه بالا که یعنی نه، ولی چشما دلالت میکنه که بله. این یه شیرینی داره که اصلا با تمام اصلهای عالم نمیشه مقایسش کرد. این خبر شیرین که بگن به آدم که تو نمیمیری، تو جاودانه هستی، هیچ بلای سر تو نمیاد، تو در کنف حمایت کسی هستی که تو را آفریده و تو نیم دکار تو غافل، همیشه در کارم، لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. این خبر خیلی خبر شیرینیه، کام جان آدم تا عمق روح انسان شیرین میشه که بفهمه که ما دست خوش حوادث این روزگار نیستیم که ما رو مثلا از دریای هستی مثل خاشاکی بندازن بیرون. نه، ما برای ابدیت آفریده شدیم. ان حسبتم انا خلقناکم عبثا، فکر شما ما عبث خلق کردیم، ما محصولی داریم برای شما، این همه حکمت در کار شما به کار کردیم. این خبر چقدر شیرینه، صد هزار اصل اگر که بیارم نمیشه. یه مادری که فرزندش گم کرده بیان خبر بدن که بله پیداش کردیم اونجا، این قابل مقایسه است. ما بگن که این شیرینی، بگن که این شیرینی مجازیه، ما این شیرینی که تو خنده این حقیقه، شیخ محمود بگه اینجوری نیست، اصلا اونه که شیرینه. به نظر من خود الفاظ معبر، ما اول یعنی که تعبیر میکنن، یعنی interpreted و میگن که metaphorically means so and so. این الفاظی که اینجوری به کار میبرن این از اول همون معنی داشته، ما قرار نداشتیم شراب اون بوده اصلا و نگار اون بوده و معشوق اون بوده. به نظر من خود الفاظ معبر بران معنی فتاد از وضع اول، یعنی از اول اصلا همین برای همین لب کرده بودن اینو. به محسوسات خاص از عرف عام است، اگر محسوس محسوسات شده برای که عامه مردم اینو گفتن، عرف عام یعنی عامه مردم، چون اینو به این به کار بردن. اهل طعام میگن آقا نمک، میگه که نمک سل اینا. چه داند عام کان معنی کدام است، نظر چون در جهان عقل کردن، از آنجا لفظها را نقل کردن،
تناسب را رعایت کرد عاقل چه سوی لفظ، این واقع زیادیه، چه سوی لفظ معنی گشت نازل. حالا معنی که میخواد بیاد پایین، معنی در عالم بی صورته. ما سه تا عالم داریم. یکی عالم معنا که گاهی میگن جبروت، عالم بی صورت، formless reality به قول ویلیام بلیک. این عالم معنی متنوع میشه در یه صورتهای خیالی که اینو بهش میگیم imagination. بعضی خیال میکنن که ادبیات ایمجینیشنه، ادبیات ایمجینیشن نیست، ادبیات معنی. منتها وقتی که متنزل میشه میاد پایین، نه متنزل میشه، به قول شکسپیر میگه که بادیز فورس به تینز فرملس، یعنی بدن میده، جسم میده قوه خیال انسان به چیزهایی که فرملس هستن. تمام که شما دارن که خیلی دلتون از عالم گرفته، در خواب همینجوری، خواب از معنی شروع میشه، از معنی شروع میشه، بعد میاد به صورت خیالی یا خیال. شما هر شب تاعت میرسیم، ما هرام شکسپیریم خود مخبر نده، یعنی که هر شب شما احوالات خودتون رو تبدیل میکنی به داستانهای عجیب و غریب. مثلا خواب ببینی که جایی رفتیم، مثلا چرا روشن میکنی، روشن نمیشه، تنگه، کوچه تاریکه، میخواد برید دیرون تا تایی که چه میریم این راه برند، راه برگشت نداره. این معنیش اینه که دلتون گرفته، این معنیش اینه که کدورتی داریم، یک نگرانی داریم، تشویشی داریم، یا یه فرق یه لذتی داریم میبریم. یک خار پای یکینی بکن به خواهندرش دید صدر خوزن، این خار کرد پایین کن، این خار پذیر شده شادی سنشاب میشه دیگه، الحمدلله من این خار از پایین در آوردم، این شادی میشه، این شادی بعد خواب میبینه، شادی تبدیل به جهنمی نمیشه، تناسب را رعایت کرد آقه، شادی تبدیل میشه به باغ و بوستان. شما خواب میبینید که رفتیم مثلا دارید پرواز میکنید در یه باقی هستید، در یه جایی دارید شنا میکنید، چیزایی که تناسب داره با اون شادی میبینید. و ما دائما این کارخانه بود، کارخانه هست، یکی کارخانه تبدیل کسرت به وحدت، یکی کارخانه تبدیل وحدت به کسرت. قصد وحدت موقع شما بیداریم، قصد وحدت مثلا شما میرید صحرا، باغ، چیزای مختلف میبینید، چشمتون میبینه، گوشتون میشنوه صدای بلبل، هوای خوب، لطافت، قوه لامسه، باطری، اینا همه متاثر میشن. بعد میخونیم این حد کردن و خورم شدن، خوش خورم شدن، تبدیل میشه تمام اینا به چی؟ به خورمی میشه واقع. درسته؟ در خواب برعکسه، در بیداری ما دائما کسرات رو تبدیل واحد میکنیم، میبینیم کسی رو لذت بریم. ما چی میبینیم؟ چشم میبینیم، عبرو میبینیم، یه ما کلمات میشنویم، ما تو کسرات میبینیم، ولی آخرش تبدیل میشه به یه شادی یا به یه کدورت یا به یه ناراحتی یا به یه نگرانی یا به یه امید، تبدیل میشه به یه چیز. اون یک چیز دو مرتبه تبدیل میشه به فکر بدیم. بنابراین از دوام این حرکت از عالم معنی به صورت و از عالم صورت به معنی داره یه ترافیک دائمی داره که معانی هی صورت بده میکنن و صورتها میبرن ما رو به معانی. در واقع صورت میاد از عالم بالا دام پن میکنه شما رو میگیره و داره میبره به عالم معنی. شاعر کارش اینه اصلا، شاعر کارش اینه که یه مقدار صورت خلق میکنه، شما میگین صورت ها حذف میکنین، میگین تو صورت قرار میگیرین، بعد ناگهان در دام میبنده و شما رو برمیداره میبره در عالم معنا، میذارتون با گوش ما گیر و بدان مجد کشن، گوش آدم میگه بنده میبره. کار شاعر اینه. مولانا گفتش که تشنگان ره خونخاره این بادیه را بردم از بادیه بیرون به آب آوردم. بنابراین تناسب را رعایت کرد عاقل که سوی لفظ معنی گشت نازل. مثلا وقتی که شما حقیقتا شاد هستی یه خنده داریم، یه وقت که از آدم ناراحتی عصبی داره میخنده، اونم یه خنده دیگه. حالا بعد معانی خنده ها رو تشخیص بدن. صورت ها ممکنه گول بزنه، شباهت صورت ها
خواهد در صورت ها یکی از بزرگترین فریب های عالم که دو صورت شبیه هم در میان بعد می شما این همونه داشته است که این با اون هزاران پرسنگ پاسه بشه. تناسب را رعایت کرد عاقل چو سوی لفظ معنی گشت ناظر. پس معنی ناظر میشه در صورت خیالی و صورت خیالی تبدیل به الفاظ. Sixteen get the poet's eyes in a fine frenzy roaring, thus takes a glance from heaven to earth, from earth to heaven. شاید نگاه میکنه بعد اون چیزایی که میبینه اینها رو صورت میده صورت خیالی بعد قلم شاید اینها رو تبدیل کنه در الفاظ. تازه صورت خیالی هم اگه تو به الفاظ تبدیل بکنه اون تبدیل کنه در الفاظ. بعد این الفاظ دیگه آیان کرسته الفاظ میاد میکنه به گوش شما سوی صورتی که نامش گوش هاست. گوشتپاره مولانا میگه گوشتپاره مثلا این زبان دیگه گوشتپاره که زبان آمد از او میرود سیلاب حکمت همچه جو سوی سوراخی که نامش گوش هاست تا به باب جان که میبرش گوش هاست. این از گوش شما وارد میشه دور میخواسته رسید و چون دور ساته نمیشبیم اونا رو یک چیز وارد میشه جانتون احساس میکنه که شیرینی وارد وجودتون شده نهر آب خوش تشنگی شما رو پرو مینشونه. این حرکتیست از عالم الفاظ به عالم معانی و این الفاظ یه ارتباطی با اون معانی دارن. اون کسانی که اهل معنی باشن میفهمن که این الفاظ ارتباطی با این داره میفهمن که این بی خودی نگفته که من عاشقم. یک کسی که عاشق نیست اصلا من تاش دیده که مثلا شعر که میخوام بگم باید عشق و عاشقی و معشوقی نباشه یه جوانی شعری گفته در این مجلسی بعد گفتن که خیلی دلشون سوخت هم بیدن خیلی مرسیه میکنه و که محشوق من فراغت و چنین کنم بعد گفتن رو که بالی جوان بکنیم نه اومدن گفتن که جوان تو عاشق کی هست اینا تو هرکی شما بفهمه یه تو به خصوصی نیست اما رو این شعرها رو گفتیم. به همجرد شاعر حقیقی فرق میکنه با شاعر مجازی. شاعر مجازی اونیست که شنیده این چیزها رو دیده که بله خوبه آدم کلمات رو به هم ترکیب بکنه و مثلا عبارت های خوب بپردازه و نکته هایی بگه و اینا خوبه. مثلا صاحب تبریزی خیلی تو اون عوالم نبوده. یک کسی میگفت نظر شما راجب صاحب چه؟ گفتم صاحب خودش نظر خودش راجب خودش گفته در یه دیگه خیلی روشن تعریف میکنه که یکی خون از به سنگینی وقتم بره معنی خون از یعنی خونه در بره معنی از ما خونه چرا به اینکه ماسه توجه به من داریم خون از به سنگینی لفظم بره معنی از باده بود شیشه ما هوش رو باده ما شیشه هم خوبه شراب حسابی نداریم ولی اونایی که اهل کلکسیون کریستال و شیشه هم باشن اونا بلی آدم خمار و مال شراب میگرده از شیشه از باده بود شیشه ما بود شیشه ما هوش رو باده. حالا اون چیزی که به عالم معنی راه بده کرده و اون حقایق رو دیده و ویژن در حقیقت که به قول بندیت و کروچه آخرین چیزی که بهش میرسه این است که آرت از ویژن یک دیدنه. اون دیدار که حاصل شد اون وقت این صورتها میشن اصلی از این صورت های خیالی نیستن خیال عرضی به خودی نیستن خیال باقی نیستن. اینا آن خیالاتی که دام اولیا اولیا با همه خیالات شما رو جذب میکنن آن خیالاتی که دام مولانا خودش به اولیا است. این چقدر خیالات گوناگون چقدر داستان چقدر تصویرها آفریده که چرا بند یک دام اولیا است. این خیالات آن خیالاتی که دام اولیا است عکس محرویان بستان خود است. یه ماهویانی هستن که ماهویان معانی هستن اینجا که این عکس اونها نه که خیال پردازی به خودی باشه. اما یکی چند خیالات که میبینه که این مثلا کارش گرفته و مثلا با می و مطرب و اینا اونها یه چیز جمع میکنه ولی نه از اون مسیح چیز چشیده و نه از اون مشروع خبری داره. ولی تشبیه کلی نیست ممکن به جستجوی اون باش ساکن فکر نکن که بتونی کاملا تشبیه بکنی. تشبیه از یه جهت نزدیک میکنه از یه جهت هم دور میکنه. وقتی میگن دو چیز هم شبیه هم معنیش این که هر جهت شبیه هم یکی سی گفتش که
حسن مثل شیر نونه، مثال میزن معمولا میگن زیدون کل اسد در ادبیات، یعنی حسن مثل شیر نون خودمش بود دو نبادش توشه. این از جهت شجاعت تشبیه میکنن، در تشبیه باید دادم تشخیص بده که مثلا شراب رو اگر که یک آدم میه عشق تلو پخته شود هر خامی گرچه ماه رمضان است بیا و جامی، این از یه نقطه نظر خاصی تشبیه شده. مثلا میگن آقا پس ماه رمضان چرا اینجا میره فکرش میره تو ماه رمضان و بعد میره پیش دیگه. در این معنی کسی را بر تو در نیست که صاحب مذهب اینجا غیر حق نیست، ولی تا با خودی زنهار زنهار عبارات شریعت را نگه دار. به همجد میگه اگر تو بی خودی هر چی میخوای دلت تنگت بگو، مثل اون چوپان گفتش که تو کجای تا شبا من چاکره چار وقت بودم کنم چانسته. موسی که در عالم خودی بود در عالم بی خودی نبود گفتش که چاروغان دوست پوشد که اون محتاج پاس، شیر اون موشد که در مشق و نماز، کفر گند کفر تو جهان را گنده کرد، گر نبندیز این سخن تو حلق را آتشی آید به صورت حلق. ولی بعد به موسی خطاب کردن که آقا این مست میماست، این معذوره، هر چی که بگه اشکال نداره معذوره. و موسی هم بشکر هیچ ترتیب آدابی مجو هر چی میخواد دل تنگت بگه. چی میتونی اینو بگه؟ اون کسی که بی خوده. گفتش با خودی تو لیک مجنون بی خود است. اصلا ادبیات یا هر چیز دیگری دو رفت میشه، بی خود ما با خود، با خود بی خود، با خود یک چیز خوب نیست، با خود اصلا خوب نیست، بی خود خوبه. مجنون رو خلیفه، لیلی رو خلیفه، حالا هارون رشید بود هرکی بود، گفت لیلی را خلیفه آن تویی که تو مجنون شد پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی، با خودی تو لیک مجنون بی خود است. مثلا با خودی که اون دفعه گفتیم به شیخ محمود تو خرابات از جهان بیمثالی است، و یا به بخشید گفتش که خودی کفر است و خود پارسایی است. پس تا موقع که با خودی بایستی که همین عبارت هایی که بهت گفتن هم ما رو بیان بکنی، اسم خدا رو به همون اسامی که گفته از خود چیز در نیاری. اما اگر واقعا رسیدی به اون عالم بی خودی هر چه خواهد دل تنگت بگو. کما اینکه این همه شاعران ببین خدا رو به چه الفاظی صدا کردن، مثلا هر جایی حافظ میگه که یارب به که بسمان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. یعنی آقا شاهد هر جایی مقصود که مقصود همونی که همه جا هست. خب چرا این لفظ رو به کار بودید؟ خوب کرده، برای اینکه اون در عالم بی خودیه، اون هر چی گوید اون معذورش میدارن. که رخصت اهل دل را در سال است فنا و سکر و هست دیگر دلال است. این سالت رو حالا بعدا اگر فرصت شد در بارش بحث میکنیم که وقتی انسان در حال فنا و سکر و دلال که هرستاش تقریبا یه حالت وجد و مستی هست، در این ست حالت اگر بودی هر چی خواستی بگو، ولی اگر که در حالت هوشیاری هستی باید حرف آدمو هوشیار بزنی. مولانا میگه که من نماز که میخونم به خدا خبر ندارم که نماز میگذارم که تمام شد رکوعی که امام شد فلانی. عجبا چه رکعت است این، عجبا که هشتمی است. شکی بین سوه هشت کسی کرده تا حالا؟ گفتن یک کسی گفته بود که من شکی بین سوه هشت کردم. گفتن سوه هشت چه تو چک کردی؟ گفتن که من هر نکه رکعتی که میخونم یه انگشتم میبندم. گفتن دستم اینجوریه، شک کردم که آیا اینا رو خوندن، این از اول دسته بوده اینه شکی بین سوه هشت. حالا مولانا یه عجبا چه رکعت است این، عجبا که هشتمی است، عجبا چه سوره خواندم که نداشتم زبانی. چرا گر نیست احوال مواجید، مواجید این احوال خیلی خوب، اگر اون حالات احوال خوب در تو نیست یه خودی ادعاشو نکن که خودتو شبیه اونا بکنی.